شهر مدیسن هات هست، شهر کوچیکه، نه خیلی کوچیک نه خیلی بزرگ، از کلگری 100% کوچیک‌تره. بریم ببینیم چی داره، یه دوری بزنیم توی شهر. توی شهر مدیسن هات هستیم، اومدم یه کوره آجرپزی و سرامیک سازی قدیمی، یکی از قدیمی ترین هاست توی کانادا و قدمت خیلی زیادی داره. بریم با هم دیگه اینجا رو ببینیم، جالبه. اونا کوره های اینجا قبل اینکه بریم به اسم بدلند معروفه و این نقششه، جاهای دیدنی نه این جایی که الان هستیم، ولی جای دیدنی این منطقه همون مدیسن هات هستش که این نقششه و خوابی ساختمونه که قسمت تاریخی و مثل موزه میمونه. نشد بریم داخل رو بگیریم ببینیم، دارن ازشون نگهداری میکنن که سالم نمونه، به خاطر همین با این آهنا بسته. توی شهر مدیسن هات هستیم فعلا، اومدم یه جای باحال، باد خیلی شدیدی میترسم دور رو بیدیم، باحال که یه نمادی از سرخپوستان یا همون فرست نیشن ها اینجا گذاشتن، خیلی بزرگی نسیم ها نگاه کنید. بریم از جلو بهتون نشون بدم. خب این هم توضیحاتیه که اسمش از کجا اومده و داستانش چی بوده و استوریش از کجا شروع شده. اولین اشخاصی که اونجا شروع کردن به تغییرات و کار و پیشرفت بهشون کمک کردن اینجا از توضیحاتشون ازاشون باشتن. همجوری که میبینید اکس ها برای همون دوره
خب امیدوارم که تو روز ششم سفر از گشت و گذاری که توی شهر مدیسن هات داشتیم و در آخر اومدیم بزرگترین نماد سرخپوستان که توی کل دنیا ساخته شده رو با هم دیدیم و دیگه جای دیدنی نداره. داره ولی ما نمیریم، میخوایم بریم شهر بعدی. با من همراه باشین توی ادامه روز ششم. بریم ادامه مسیرمون. شهر بعدی که وای میس قرار وایسم اسمش هست سویف کارنت. بریم ببینیم. امیدوارم که از این شهر مثل من لذت ببریم. جای قشنگی بود، باحال بود، قدیمی. اینم ویو پایان روز ششم سفرمون بود که دیدین و جایی که قراره امشب بخوام جاه. و امیدوارم که روز ششم سفر به شما خوش گذشته باشه و لذت برده باشین در کنار هم دیگه، من و شما. و فردا دوباره به مسیرمون ادامه میدیم به سمت ریجاینا، ولی یه شهر دیگه بین راه هستش که احتمالا اونجا هم وایسم نگاه کنم ببینم چه جوری هست. اگه جای دیدنی داشت براتون ویدیو بگیرم. امروزمون هم به پایان رسید. مواظب خودتون باشین تا ویدیو بعد، تا فردا روز هفتم سفرمون. به خدا میسپارمتون، امیدوارم که همیشه خندون و شاد باشید.